تولد دوباره موسیقیدان. با وجود اینکه همه دلایل دال بر عدم توانایی شماست، در واقع شما یک نابغه خلاق موسیقی هستید. علاوه بر این دلایل دیگری هم در این مورد وجود دارد. دلیل شماره 1، پرندگان در آوازخوانی استاد هستند. به داستان سوزوکی برمیگردیم. او تنها کشف کرد که پرندگان خواننده از استادان خوانندگی تقلید کردند، بلکه دریافت که مغز هر پرنده قادر است از استاد خواننده تقلید کند. تا زمانی که جوجه ها اجازه تقلید و تکرار کردن داشتند، نه تنها به آسانی مسلط می شدند، بلکه صرفاً دومین مرحله طبیعی یادگیری خود را می گذراندند. بعد از اینکه جوجه ها به این مرحله ابتدایی رسیدند، هر جوجه‌ای بر بستر آن روش اصلی تغییرات خود را اعمال کرد. مغز یک پرنده در مقایسه با مغز شما بسیار ساده‌تر است. اگر مغز آنها بتواند کاری را انجام دهد، به طور حد مغز شما هم می‌تواند همان کار را انجام دهد. تا زمانی که به مغز امکان داده شود که از یک استاد تقلید کند و به طور مداوم تمرین کند، مغز شما هم می تواند به استاندارد بالایی در موسیقی دست پیدا کند. همه بچه ها می توانند ویولن بنوازند. سوزوکی تصمیم گرفت نظریه‌اش را به وسیله آموزش نواختن ویولن به بچه های خیلی کوچک آزمایش کند. او به آنها دفتر نوت نداد، اما به آسانی به آنها اجازه داد که از مضراب‌های ساده‌ای که خودش روی ویولن ساخته بود تقلید کنند. او به دیگر معلمان هم آموخت که همین کار را انجام دهند و این کار نتیجه داد. امروزه در آغاز قرن 21 صدها هزار کودک در سراسر دنیا یاد گرفتند که با استفاده از روش سوزوکی نه تنها ویولن بلکه دیگر آلات موسیقی را به خوبی بنوازند و خوب آواز بخوانند. حتی یک کودک هم پیدا نمی شود که نتواند بنوازد. روش مشابه دیگری هم برای بزرگسالان به کار گرفته شد و نتیجه مشابه داد. احتمال اینکه شما نتوانید با این روش موسیقی را یاد بگیرید بی نهایت کم است. شما یک موسیقیدان ذاتاً خلاق هستید. دلیل شماره 2، شما حرف میزنید، بنابراین آواز هم میتوانید بخوانید. شما حرف میزنید؟ البته که حرف میزنید. چطور این کار را یاد گرفته اید؟ با تقلید کردن از دیگران. از چه چیزهایی تقلید میکردید؟ صدا، ریتم موسیقی، صداگذاری مناسب و هماهنگ، کلمات، بلندی صدا، علائم، حرکات صدا، تلفظ، ضربات موزون. تمام اینها چه چیزی را تشکیل می‌دهند؟ موسیقی. اگر شما به حرف‌های گروهی از مردم به زبانی دیگر که برایتان قابل فهم نیست گوش کنید، می‌فهمید که همه آنها در حال آواز خواندن هستند. دلیل این که بیشتر ما فکر می‌کنیم نمی‌توانیم بخوانیم این است که ما همواره در حال آواز خواندن هستیم، ولی این عمل را حرف زدن می‌نامیم. دلیل شماره 3، شما همین حالا هم در حال نواختن یکی از آلات موسیقی هستید. شما در سراسر زندگیتان از یک آلت موسیقی استفاده کرده‌اید که آن همان صدای شماست. صدای شما یک آلت موسیقی با پیچیدگی حیرت آور است که در بردارنده لبها، دهان، زبان، حنجره، گلو، ششها، پرده دیافراگم، دندانها، استخوانهای فک و در کل همه حفره‌هایی است که در جمجمه قرار دارد. صدای شما تشکیل شده از میلیاردها جزء که در حال کار کردن هستند و قادر هستند دلفریبترین صدای ویولن، گیتار، پیانو، ارگ، سنتور یا هر وسیله موسیقی دیگری را کمرنگ و بی اهمیت جلوه دهند. شما از روزی که متولد شده اید آن را نواخته و با آن موسیقی خلق کرده اید. به طور حد شما طبیعتاً یک موسیقیدان خلاق هستید.
دلیل شماره 4، دومین آلت موسیقی شما. شما نه تنها در طول مدت زندگیتان از آلت موسیقی یعنی صدایتان استفاده کرده اید، بلکه از دومین آلت موسیقی یعنی گوشها هم استفاده برده اید. گوش شما یکی دیگر از ابزارهای حیرت آوری است که به مراتب پیچیده تر و دلپذیرتر از هر وسیله ساخته دست بشر است. گوش شما از هزار قسمت فعال تشکیل شده است و از نظر ظرفیت خلاقیت شبیه به چشم است. هر نوتی که هر لحظه زمزمه می کنید، حتی آواز یا تکخانی که می شنوید، هر ترانه پاپ یا راک یا هر موسیقی که با آن می رقصید یا با آن به رویا فرو می روید، هر کنسرت یا سمفونی که شما را شیفته می کند، دوباره به وسیله شما نواخته و خلق می شود. در روشی مشابه با آن که چشم ها در خلق میلیون ها شاهکار هنری کمک کردن، گوش ها ابزارهایی هستند که به وسیله آنها قادر خواهید بود دوباره و دوباره هر نوتی را از هر آوازی یا تکی از موسیقی تا کتابه ها شنیده اید و خلق کنید و ذهن شما تصمیم می گیرد که آن را برای گنجینه عظیم موسیقیایی خیش بازسازی کند. موسیقیدانان خلاق بزرگ، طبیعت یا تغذیه. طبق نظریه ارسطوشناسان، موسیقیدانان خلاق بزرگ موسیقیدان به دنیا آمدند. آنها در واقع از رحم مادر و از بدو تولد در حال نواختن موسیقی بودند. این موضوع دور از واقعیت نیست. شرح حال بتهوون. بتهوون در سال 1770 یک موسیقیدان به دنیا نیامد، بلکه در دنیای موسیقی به دنیا آمد. بیشتر خویشاوندانش خواننده، نوازنده پیانو یا آلات موسیقی دیگری بودند و پدرش وی را با بهترین امکانات آموزش موسیقی تربیت کرد. در نتیجه او موسیقی را زیر نظر چندین تن از برجسته‌ترین موسیقیدانان آن زمان فرا گرفت. موسیقی در شهر بتهوون حضوری پایدار و ثابت داشت و به شکل موسیقی خیابانی، جشن، موسیقی عصر که در سالن‌های کنسرت یا در منازل اجرا می‌شد و خواندن و نواختن مذهبی در کلیسا جلوه‌گر می‌شد. به همان صورت که شما حرف زدن با زبان کلمات را یاد گرفتید، بتهوون هم کاملاً و مخصوصاً شبیه شما زبان نوت‌ها را فرا گرفت. فقط به این فکر کنید که مغز فرزند شما چند ساعت در روز را باید صرف یادگیری و تمرین زبان کند، یا شما هر سال چند ساعت را برای استفاده از زبان صرف کنید. این نشان دهنده آن است که بتهوون چقدر سخت کار می‌کرد. شرح حال موتسارت. موتسارت هم مانند بتهوون سمفونی‌ساز به دنیا نیامده بود. وی کوچکترین پسر لئوناردو موتسارت، موسیقیدان حرفه‌ای بود، کسی که آهنگساز، اسقف اعظم و معلمی خبره بود. موتسارت جوان روز و شب زبان موسیقی را از بهترین استادان موسیقی خصوصی فرا گرفت. همچنین مانند بتهوون در محدوده‌ای از ظهور خلاقیت که انتخاب کرده بود، سخت و طاقت فرسا کار می‌کرد. طبق اطلاعات به دست آمده، او بیشتر از 18 ساعت در روز تمرین می کرد. شرح حال یوهان سباستیان باخ. باخ مانند بتهوون و موتسارت آهنگسازی پرکار و حیرت انگیز بود و معمولاً دقت می کرد شخصیتی طبیعی داشته باشد. اگر معنای شخصیت طبیعی مساوی با بسیار زحمت کش باشد، او واقعا یک شخصیت طبیعی بود. باخ در سال 1685 مانند بتهوون و موتسارت در خانواده ای از موسیقیدانان برجسته به دنیا آمد. همه آنها به یوهان جوان آموزش دادند.
به خصوص برادر بزرگترش کریستوف به او نواختن ارگ و پیانو را یاد داد و یوهان از سبک برادرش تقلید کرد. در خانواده باخ مبادله دانش رسمی خوشایند بود و در دهه 1840 هر کدام به دیگری آموزش می دادند، به طوری که تعداد موسیقیدانان خانواده به 70 نفر افزایش یافت. این یک موقعیت ارثی نبود، بلکه موفقیت خانواده سنتی بود که به طور متقابل به هم آموزش می دادند و این باعث به کمال رسیدن یوهان جوان شد. باخ عادت داشت که اهداف خلاق و سودمندی را برای خودش در نظر بگیرد. یکی از آن اهداف نوشتن یک قطعه موسیقی کانتاتا، یعنی یک قطعه موسیقی تقریبا طولانی به صورت تکخانی یک نفری و ترجیحاً با همراهی همسرایان و قسمت‌های ارکستری بود که به صورت یک بار در هفته انجام می‌داد. حتی موقعی هم که مریض یا خسته بود این کار را انجام می‌داد. او متواضعانه به شاگردانش می‌گفت: هر کسی که به سختی من کار کند حتما مانند من استاد خواهد شد، مانند من سفت و سخت کار کند، یعنی نزدیک به 60 سال بین 10 تا 18 ساعت کار روزانه، در مجموع 328500 ساعت. اکنون ما دلایل محکمی داریم که ثابت می کند شما یک موسیقیدان ذاتی هستید. حال زمان آن رسیده است که برای یک نشست موسیقیایی به تمام معنا لذت بخش به قسمت تمرین‌های خلاقیت برویم. تمرین خلاقیت 1. آواز بخوانید. با ذوق و پشتکار به خواندن در زیر دوش حمام ادامه دهید. اگر کسی از شما شکایت کرد، از او خواهش کنید برای بهبود صدایتان به شما کمک کند. 2. برقصید. رقص بیانگر طبیعی احساس شما از آهنگ و موسیقی خلاق و فوق‌العاده است. سعی کنید تمام انواع رقص از جمله دیسکو، ایروبیک، جاز و باله را انجام دهید. هر بار که می‌رقصید اغلب از دفعه قبل بهتر خلاقیت خودتان را با یادگیری حرکات، ریتم‌ها و شکل‌های جدید بهتر کنید. 3. حالت موسیقی دیگری برای خود تهیه کنید. به یک مغازه فروش آلات موسیقی بروید و جستجو کنید. دقت کنید که یک وسیله موسیقی ساده مثل یک سازدهنی، سوت کوچک یا یک مجموعه طبل‌های صدادار برای خودتان بخرید. همچنین گیتارها، کیبوردها و ارگ‌ها را امتحان کنید. تلاش کنید که کتابخانه ذهنیتان را با آهنگ‌ها و نغمه‌های زیادی توسعه دهید. البته در حالی که همزمان شنوایی‌تان را به وسیله گوش کردن به موسیقی‌های کشورهای مختلف ارتقا می‌دهید، به زودی متوجه خواهید شد چطور خلاقیت موسیقیایی به طور شگفت‌انگیزی در سراسر دنیا وجود دارد. این امر آگاهی شما را از اینکه همه موسیقیدان هستند و اینکه شکل‌های موسیقی خلاق نامحدود است تقویت می‌کند. 4. مرزهاتان را گسترش دهید. شما باید بدانید که واقعاً این فکر شماست که باید و نبایدها و حد و مرزها را ایجاد می کند. اگر فکر کنید که نمی توانید آواز بخوانید و یک آلت موسیقی بنوازید، به طور حتم نخواهید توانست آن کار را انجام دهید و مرزهای شما کاملا بسته خواهد شد. ولی اگر فکر کنید که می توانید بخوانید و توانایی نواختن آلات موسیقی را دارید، قادر خواهید بود که آن را انجام دهید و مغزهای شما تا حد بی‌نهایت باز خواهند شد.
این قانون قاطع به وسیله بنیانگذار و رهبر درخشان ارکستر فیلارمونیک بوستون پروفسور بنیامین زندر به اثبات رسیده است. پروفسور زندر روش بی‌نظیر و بسیار موثری برای آموزش آهنگسازی به دانش آموزان خلاق و سطح بالای موسیقی دارد. وی در آغاز سال به سبب شروع دوره تحصیلی به آنها خوش آمد می‌گوید و با ریتم موسیقی مناسب و برجسته‌ای تأکید می‌کند که از قبل می‌داند که دانش آموزان در آخر سال چه نمره‌ای کسب خواهند کرد. همچنان که دانش آموزان مشتاقانه گوشت می‌دهند، او بلافاصله می‌گوید همه شما بالاترین نمره را خواهید گرفت. سپس اضافه می‌کند من تضمین می‌کنم که شما بالاترین نمره را بگیرید. بخشی از این نمره مربوط به وقتی است که 2 هفته بعد برای من یک نامه جامع بنویسید. شما خودتان را تصور خواهید کرد که با رتبه درجه 1 آهنگسازی فارغ التحصیل شده اید و در این نامه خواهید نوشت که چرا نمره عالی گرفته اید. چند ساعت وقت صرف تمرین کرده اید، هدفتان چه بوده است و چطور آن را به دست آورده اید، چه اشتباهاتی داشته اید و چطور آنها را تصحیح کرده اید، چه توسعه‌ای دریافت کردید و چطور آن را به کار بستید، چه درس‌های اساسی برای زندگی با این روش یاد گرفتید و اکنون که رتبه درجه 1 را دارید چطور مطالعات و زندگی خود را پیش میبرید. هر یک از دانش آموزان همانطور که از آنها خواسته شد عمل میکند. هم دانش آموزی که در این طرح شرکت کند و دستور عمل آموزشگاه را رعایت کند نمره عالی کسب خواهد کرد و دانش بیشتری خواهد داشت. شما هم برای خود یک نامه بنویسید درباره اینکه چطور می‌خواهید قدرت موسیقی خلاق خودتان را توسعه دهید. در این باره فکر کنید. 5. به خاطر داشته باشید که شما یک موسیقیدان خلاق هستید. دائما به یاد آورید که یک موسیقیدان خلاق هستید. هر وقت که آواز پرنده‌ای را می‌شنوید به یاد آورید که آنها به وسیله تقلید و تمرین و ممارست یاد گرفتند. هر وقت که قدم می‌زنید یا می‌دوید به یاد آورید که موسیقی جسم را می‌نوازد. هر وقت که ناراحت و بی‌تاب با انگشت‌ها ضرب می‌زنید بدانید که شما در واقع یک نوازنده موسیقی ضربی هستید. هر زمان که حرف میزنید یا با دوستی گفتگو میکنید به خود یادآوری کنید که شما یک خواننده هستید، البته در یک آواز 2 یا 4 نفری. وقتی که واقعا از چیزی عصبانی هستید، دارید با مشت روی میز میکوبید، یا وقتی که در حال فریاد زدن هستید و دارید پا به زمین میکوبید، در یک افزایش صدا و با ریتم کاملا دقیق حرکات بدنتان را به یاد آورید که هر کلمه دقیقاً همانطوری که می‌خواستید بیان شده است، به صریح‌ترین روشی که می‌خواستید اظهار شده و با صدایی که قصد داشتید که بیشترین اثر را داشته باشد صحبت کردید و هر ریتم در همان مسیر درست و صحیح که می‌خواستید نواخته شده است و دقیقاً درجه بلندی صدا و حجم آهنگ و صدایی که می‌خواستید هدایت شده است. به عبارت دیگر شما در حال خواندن بودید و اگر بتهوون با شما همکاری می‌کرد، یک ارکستر با صدای بی‌نهایت یکپارچه از آلات بادی چوبی و زهی موسیقی خلق می‌کردید و البته شما کاملاً بی‌سابقه می‌خواندید. 6. فرصت‌های موسیقیایی خلق کنید.
حالا که می دانید یک موسیقیدان خلاق هستید، پس هر فرصتی برای ابراز خلاقیتتان استفاده کنید. به مسابقات ورزشی بروید، آنجا می توانید ترانه های باشگاه ها یا سرود ملی را بخوانید. به رستوران بروید، در آنجا فقط ننشینید و گوش کنید، بلکه بلند شوید و آواز بخوانید. به اینکه اولین سعی و تلاشتان ممکن است بد باشد، اهمیت ندهید. تلاش کنید تا سرانجام بهتر شوید. در باشگاه ها یا مهمانی ها به همراه موسیقی که نواخته می شود بخوانید. وقتی در خانه هستید با رادیو یا دستگاه پخش سی‌دی یا صدای تلویزیون از طریق خواندن یا نواختن همراهی کنید. اگر بچه های کوچک دارید با آنها به اجرای موسیقی های شاد و طرب‌انگیز بپردازید و به وسیله هر چیزی که می توانید از آن صدا در بیاورید. کلیدها، قابلمه ها، قاشق های چوبی و غیره آهنگ بسازید. بچه ها عاشق آن خواهند شد. شما هم همینطور. 7. درس ها و کلاس های موسیقی را هم در نظر داشته باشید. یک قانون ساده برای پیدا کردن معلم موسیقی خوب این است که این شخص واجد الشرایط باشد و قادر باشد هر آلت موسیقی را که شما می خواهید به شما یاد دهد و خالصانه باور داشته باشد که شما هم می توانید آن چیزی را که دوست دارید یاد بگیرید و او با انرژی و شور و شوق و یک دید مثبت این وظیفه را انجام دهد. از طرفی سعی کنید که عضو یک گروه موسیقی یا دسته آواز دوستانه و محلی شوید. شما تجربه پرارزش و دگرگون کننده زندگی را خواهید یافت. 8. خبرهای خوش را منتشر کنید. اکنون که شما این واقعیت را درباره خلاقیت ذاتی موسیقی هر کسی می‌دانید، اخبار خوب را پخش کنید. اگر هر کدام از دوستان یا همکارانتان با استناد به دلایل قدیمی خود فکر می کنند که در موسیقی خلاق نیستند، از این اطلاعات برای کمک به آنها در بیرون آمدن از زندان تنهایی ملال‌آور و بدون موسیقیشان استفاده کنید. در حالی که این کار را انجام می دهید، به طور روزافزون به وسیله خوانندگان و رقاصان و نوازندگان موسیقی بیشتری معاصره خواهید شد و این به طور منظم زندگی شما را بیشتر به یک سمفونی شبیه خواهد کرد. فصل ششم، بازدهی خلاق، قدرت ظرفیت و سرعت. شیوایی یک تفکر خلاق مربوط به تعداد و سرعت ایده هایی است که شما می توانید خلق کنید. شیوایی یکی از اهداف اصلی همه متفکرین خلاق و نوابغ بزرگ است. این هدف می تواند به همراه خود مشکلی را هم خلق کند، یعنی کیفیت. اگر شما سرعت تفکرتان را بالا ببرید و تعداد بیشتری ایده خلق کنید، چه اتفاقی برای کیفیت ایده های خلاقتان می افتد؟ آیا کیفیت آن پایین می رود؟ یا به همان اندازه باقی می ماند یا بالا می رود؟ جواب عجیب و راهگشا این است که همانطور که کمیت و سرعت ایده ها بالا می رود، کیفیت آنها هم کاملا بالا می رود. این به نفع شماست. به عبارت دیگر، به اصطلاح تفکر خلاق، می توانید برای خودتان کیکی داشته باشید و آن را بخورید. اجازه بدهید نگاهی به متفکران خلاق بزرگ بیندازیم و ببینیم فرایند بازدهی برای آنها چطور بوده است. ظرفیت و قدرت تولید ایده در بعضی از متفکرین بزرگ حیرت انگیز است. ماری کوری، این دانشمند بزرگ نه تنها مفتخر به دریافت جایزه نوبل شد، بلکه دو جایزه نوبل، آن هم در دو موضوع مختلف یعنی فیزیک و شیمی گرفت. موضوع کار او بیشتر در زمینه‌های مغناطیس و
رادیواکتیو و توسعه راه‌هایی برای استفاده پزشکی از اشعه ایکس بود. او عناصر شیمیایی رادیوم و پلوتونیوم را توانست جداسازی کند. لئوناردو داوینچی تعداد زیادی نظریه در زمینه‌های بسیار متفاوت خلق کرد، به طوری که تاکنون کسی موفق به شمارش همه آنها نشده است. داروین خالق تئوری تکامل نه تنها یک کتاب 1000 صفحه‌ای در زمینه نظریه‌اش نوشت، بلکه 119 عنوان مقاله علمی، کتاب و بولتن در موارد دیگر علوم هم نوشته است. ادیسون 1093 اختراع را ثبت کرده است که هنوز رکورد بالاترین اختراعات ثبت شده توسط یک نفر متعلق به اوست. او همچنین 350 مقاله در مورد کارها و نظریه‌هایش نوشته است. آلبرت اینشتین علاوه بر رساله استادانش درباره فرضیه نسبیت، بیش از 240 مقاله علمی منتشر کرده است. فروید بیش از 230 مقاله علمی درباره روانشناسی نوشت و انتشار داد. گوته نابغه و علامه بزرگ آلمانی آثار فراوانی نوشت و در همه نوشته‌هایش از بیش از 50,000 کلمه متفاوت استفاده کرد. کاسپارو بزرگترین شطرنج باز تاریخ به وسیله تحلیل کردن، به خاطر سپردن و تفسیر خلاقانه با هزاران شطرنج باز مشهور دنیا بازی کرده است. موتسارت این نابغه بزرگ خلاق موسیقی در طی زندگی کوتاهش بیش از 600 قطعه موسیقی از جمله 40 سمفونی کامل نوشته است. پیکاسو این غول خلاق قرن 20 بیش از 20,000 اثر هنری خلق کرد. رامبراند به رغم درگیری در فعالیت‌های زیادی از جمله تجارت، بیش از 650 تابلو نقاشی و 20,000 طرح کشیده است. ویلیام شکسپیر این نابغه خلاق که بزرگترین نویسنده انگلیسی در طول تاریخ محسوب می شود، در طول کمتر از 20 سال 154 غزل و 37 شاهکار ادبی در قالب نمایشنامه نوشته است. فهرست بالا این سوء تفاهم‌های عمومی را در مورد اینکه نوابغ فقط تعداد کمی نظریه‌های ارزنده تولید می‌کنند و سپس خلاقیتشان به پایان می‌رسد را رد می‌کند، بلکه این حقیقت واضح وجود دارد که این نوابغ تعداد زیادی نظریه خلق کردند و بازدهی خودشان را همچنان که به زندگی ادامه می‌دادند تسلیم می‌کردند و انرژی خلاقشان هرچه بیشتر از آنچه که قبلا انجام داده بودند بیرون می‌گرفت. بنابراین آیا نوابغ خلاق بزرگ فقط نظریه کاملی را بعد از نظریه کامل دیگری ارائه می‌دادند؟ به طور حتم خیر، آنچه که آنها انجام می‌دادند ارائه نظریه‌ها بود. بیشتر آنها برجستگی خاصی نداشتند، اما این عدم برجستگی بود که اجازه داد این ویژگی ظاهر شود. نوابغ بزرگ خلاق با اطمینان نظریه‌ها را صرف نظر از کیفیتشان ارائه می‌دادند و واقعاً تولیدات خود را با کیفیت بالا ضمانت می‌کردند. آنها ارتباط بین قسمت چپ و راست مغز را هماهنگ می‌کردند و اجازه می‌دادند این ارتباط تسهیل شود تا فرایند فکری دارای اشتراک مساعی و چندگانه‌ای را تولید کنند، فرایندی که برای همه کسانی که می‌دانند که چطور از تفکرشان استفاده کنند فرایندی معمولی است. نبوغ لئوناردو نمونه کاملی از آنهاست. او در دفتر یادداشتش هر فکری را که به مغزش می‌رسید بی هیچ نظم و بی کم و کاست یادداشت می‌کرد که
نظریه‌های هوشمندانه از آنها برمی‌خواست. ادیسون شاگرد بزرگ لئوناردو در شیوه زندگی همانند او بود. به نظر ادیسون خلاقیت خیلی خوب، صادق و در این حال کاری سخت و بازی لذت بخش است. او نابغه خلاق را اینطور توصیف می کرد: 1% الهام و 99% کار سخت. در واقع او به این سخن عمل می کرد. ادیسون بعد از 9000 بار آزمایش توانست لامپ برق را اختراع کند و در مورد اختراع باتری بیش از 50000 بار آن را آزمایش کرد. یک مثال از تعهد کلی ادیسون در خلق نظریه‌ها این است: مهم نیست چه چیز، همه چیز در موزه آموزشگاه او در نیوجرسی پیدا می شود. همچنان که به اطراف نگاه می کنید متوجه خواهید شد صدها شیپور مختلف گرامافون تقریبا از هر اندازه و شکل، ساختمان و ابعاد و تقریبا هر جسمی با نظمی حیرت انگیز در آنجا وجود دارد. آنها شبیه به مجموعی از اشیاء عجیب و غریب یا اشکالی چون دایره مربع چند ضلعی دارای 8 کوچک، کوتاه، بلند، منحنی و با ظاهری زشت و در بعضی مواقع زیبا بودند. ادیسون بیشتر این مدل‌ها را کنار گذاشته بود. آنها را فقط به عنوان مشوقی برای تعهدش در آزمایش کردن، خطرپذیری و تلاش برای رسیدن به نتیجه مطلوبی که مورد نظرش بود نگاه می‌داشت. نحوه نگرش او به شکست بسیار با ارزش بود و این یکی از کارهایی است که ما باید تقلید کنیم. مثلا وقتی که یکی از دستیارانش از او پرسید چرا به رغم هزاران بار شکست خوردن باز هم در تلاش برای کشف یک رشته با قابلیت دوام بیشتر در لامپ پافشاری می کند. ادیسون با خونسردی گفت که او حتی یک بار هم شکست نخورده است، بلکه آنها کشف هزاران چیزی بوده است که او را در راه رسیدن به چیزی که می خواسته است کمک کردند. استخراج طلا از معدن. فرایند ایجاد یک ایده خلاق بسیار شبیه به استخراج طلا است. ذره های طلا بخش ناچیزی از هزاران سنگ و دانه شنی هستند که در بستر رودخانه ها آرمیده اند. در رودخانه ذهن خلاقیت وضع کاملا مشابهی وجود دارد. سنگ ها یا دانه های شمنشن همان نظریه های قابل دسترس هستند به منظور استخراج از ذهن، یعنی استخراج ایده های بسیار خلاق و راه حل های خلاقانه جدید. شما باید تمام دانه ها یعنی ایده های موجود در رودخانه ذهنتان را الگ کنید تا به تکه های بزرگ طلا دست یابید. نوابغ خلاق بزرگ این مطلب را می دانستند و بنابراین صدها ایده را ایجاد و الگ می کردند و از آنها تکه های حقیقی طلا را بیرون می آوردند. سیمونتون تحقیقاتی در مورد 2036 دانشمند خلاق در طول تاریخ انجام داد. وی چیزی را کشف کرد که در آن زمان بسیار تعجب آور بود، هرچند این موضوع حالا برای شما روشن است. دانشمندان بزرگ و قابل احترام نه تنها موفقیت‌های بزرگی کسب کردند، بلکه تعداد ناکامی‌های آنها از سایر دانشمندان بیشتر بوده است. به عبارت دیگر، نوابغ چیزهای زیادی تولید کردند، سپس از بین آنها بهترین ها را انتخاب کردند. بنابراین اکنون شما راز بازدهی خلاق را می دانید. ایده های بیشتری را با سرعت زیاد تولید کنید، از این طریق کمیت و قدرت تفکر
خلاقتان را تقویت خواهید کرد. اکنون زمان آن رسیده است که این موضوع را در یک تمرین خلاقیت تمرین کنید. تمرین خلاقیت 1. سرعت تفکرتان را بهبود بخشید. اکثر مردم با یک سرعت طبیعی فکر می کنند که واقعاً پایین تر از حد ممکن فکر است. تنها با دانستن این مطلب و با کمی تمرکز روی سرعت فکر کردنتان خواهید دید که سرعت خلاقیتتان به طور طبیعی افزایش می‌یابد. 2. به یاد داشته باشید توانایی شما در خلق نظریه ها نامحدود است. تمرین تفریح در فصل 3 را به یاد می‌آورید. همینطور که آیا ظرفیت نامحدودی را که در خلق بهانه‌هایی برای نخواندن کتاب‌ها و مجله‌ها یا در واقع هر کاری که شما باید آن را انجام می‌دادید اما آنها را نیمه کاره رها کردید به یاد می‌آورید؟ به عقب برگردید و همه آن موارد به اصطلاح خلاق را به یاد آورید. هرچه عمیق‌تر قدرت‌های خلاق نامحدودتان را شناسایی کنید، مغزتان بیشتر به صورت طبیعی دریچه‌های مسدود خلاقیت نامحدود خود را می‌گشاید. 3. ارتباط بین اشیا را سریع‌تر ببینید. در پایان این فصل تعدادی کلمات کلیدی را می‌بینید که در اطراف صفحه چیده شده‌اند. زیبایی این بازی در این است که باید به طور تصادفی یک کلمه را انتخاب کنید و بین آن و کلمه دیگر ارتباط برقرار کنید. سعی کنید برای هر جفت 5 شباهت چشمگیرتر پیدا کنید. اگر بتوانید 10 ارتباط را بین آن دو پیدا کنید، این کار را فوق‌العاده خوب انجام دادید. اگر 15 ارتباط پیدا کنید، شما جزء 1% افراد برتر جهان هستید. اگر بیش از 20% ارتباط پیدا کنید، در این زمینه یک نابغه خلاق هستید. ظرفیت مغز شما بیشتر از این هاست. این مطلب در فصل 8 بررسی می شود. 4. دامنه واژگانتان را افزایش دهید. به وسیله آموختن تنها یک کلمه در روز که در سال بیش از 360 کلمه جدید خواهد شد، دامنه واژگانتان را افزایش دهید. این بدان معناست که در ذهن شما بیش از 360 مرکز جدید ارتباطی وجود دارد که منتظر به وجود آمدن امکاناتی برای ایده های جدید است تا به آنها ملحق شود. این موضوع ظرفیت ایده ها و سرعت آنها را افزایش خواهد داد. 5. تمرین سرعت بخشی اجزای سازنده هنر. به تمرین خلاقیت فصل 4 رجوع و سعی کنید تمرین اجزای هنری صفحه 90 را دوباره انجام دهید و این دفعه ضرورت سرعت را به آن اضافه کنید. وقتی که در حال انجام دادن این تمرین هستید، زمان خودتان را محاسبه کنید، هفته یا ماه یک بار شبیه این تمرین را دوباره انجام دهید. اطمینان حاصل کنید که برای هر تمرین متوالی زمان کمتر و کمتری صرف خواهید کرد. این تمرین برای به دست آوردن عضلات ذهنی خلاق ورزیده در بالاترین حد ممکن بسیار مفید خواهد بود. 6. فکر یک نفره. حالا که می دانید برای هر چیزی فکر بکری دارید، کافی است به ایده هایتان اجازه جاری شدن بدهید. آنها را با هر مقدار و سرعتی که می توانید خلق کنید و از هر قضاوتی اهم از این که آنها خوب یا بد، عملی یا غیر عملی هستند تا وقتی که تمام نشدند خودداری کنید. پیوسته اصلاحشان کنید و اگر معتقدید نظریه هایی که خلق می کنید یک عادت خیلی عمومی و روش کاملی برای شکست دادن خلاقیت شماست، از خودتان انتقاد کنید.
در حالی که ایده های جدید خلق می کنید و این موضوع برای شما به یک عادت معمولی تبدیل می شود که راهی بسیار عالی برای ایجاد خلاقیت است، دائما خود را اصلاح و از خودتان انتقاد کنید. 7. افکار بکر گروهی و دست جمعی. روند کار در اینجا مانند روند کار فکر بکر یک نفره است. تنها تفاوت در این است که شما باید مطمئن شوید که هر کس در این گروه به اندازه کافی آمادگی به زمان آوردن نظریه خود را، هر قدر هم که این نظریه عجیب باشد، دارد. اگر افراد گروه از هر ایده انتقاد کردند، شما فوراً بگویید بله، این یک انتقاد بزرگ است، اما اجازه دهید که آن را برای مرحله بعد نگه داریم و الان فقط ایده ایجاد کنیم. 8. برای بالا بردن سرعت ابتدا باید آن را کاهش داد. برای بار دوم ببینید که وقتی این نظریه های خلاق و این آبشار خاطرات شگفت‌انگیز و این الهامات پرهیجان از راه حل مشکلات را دارید، در کجا و در چه زمانی هستید؟ آرام هستید و اغلب تنها. به منظور توسعه و بهبود خلاقیتتان، برای خود فرصت‌های منظمی را برای استراحت در نظر بگیرید تا در این حالت بدن شما بتواند استراحت کند و مغزتان بتواند سرعتش را بالا ببرد و تمام کارها را برای شما انجام دهد. 9. صفحه‌های سفید دفتر یادداشت‌های نقشه ذهنتان را نگاه دارید. دفترچه یادداشت‌ها را در مکان‌هایی مانند کنار تخت خواب، روی میز تحریر، داخل اتومبیل و غیره نگهداری کنید. شاید ایده شکفته شده‌ای داشته باشید که بخواهید در آن یادداشت کنید. باید مطمئن شوید که آنها را در همه جا و در همه ها در دسترس دارید. هر وقت شکوفایی‌های خلاقی داشتید، به سرعت آنها را به شکل یک نقشه ذهن مانند فصل 3 یادداشت کنید. آن وقت می‌فهمید که داشتن یک دفترچه یادداشت در دسترس به سادگی مغزتان را برای خلق بیشتر افکار خلاق تشویق خواهد کرد. این موضوع بیشتر شبیه به خوردن یک بیسکویت ترد است که می دارید آن را ذره ذره بخورید. 10. برای خود اهدافی در نظر بگیرید. در جلسات عادی مشکل گشایی، یک فرد می تواند به طور میانگین 7 تا 10 ایده خلاق داشته باشد و بعد از 2 روز 120 ایده خلاق خواهد داشت. اگر شما برای خودتان به عنوان یک فرد 20 تا 40 ایده و به عنوان یک گروه 200 الی 400 ایده در نظر بگیرید، مغزتان را مجبور خواهید کرد که بیش از حد معمول ایده تولید کند. هرچه تعداد ایده های ایجاد شده توسط شما بیشتر باشد، احتمال پیدا کردن طلا هم بیشتر خواهد بود. فصل 7. نوآوری و انعطاف‌پذیری خلاق. به خوبی یاد گرفتید که مغزتان یک ابزار یاری دهنده ممتاز است که برای ایجاد خلاقیت برنامه ریزی شده است و شما با ترکیب هر دو قسمت آن قدرت خلاقیتتان را به طور بیکرانی افزایش می دهید. به خصوص در زمینه قابل مشاهده ساختن افکارتان از طریق طرح ذهن. علاوه بر این، اکنون شما می دانید که ذاتاً هنرمند و آهنگسازی خلاق هستید و اینکه نیروی بالقوه شما برای تولید خلاقیت مطلق و نامحدود است. در این فصل شما یاد خواهید گرفت که از یک دید یک بعدی بیرون بیایید، موردی که اغلب افراد در آن خودشان را
محدود می‌بینند. من به شما فنونی برای مشاهده اشیاء از زوایای مختلف نشان خواهم داد. علاوه بر این یاد خواهید گرفت که چطور به حالتهای بی‌نظیرتر و باور نکردنی تری نسبت به آنچه که پیش از این بودید دست یابید و حتی خودتان را منحصر به فرد ببینید. به طور خلاصه شما منحصر به فرد بودن، انعطاف پذیر بودن، خلاقیت و نوآوری را یاد خواهید گرفت. توسعه قابلیت انعطاف پذیری و نوآوری. قابلیت انعطاف پذیری در تفکر خلاق بسیار شبیه به انعطاف پذیری جسمانی است. به این معنا که مغز شما قادر است به طور موزون و بی‌دردسر در همه جهات و زوایا حرکت کند. این نوآوری خلاق بسیار شبیه به این مفهوم است که تفکر شما واقعاً تا چه حد متفاوت، خاص، منحصر به فرد، غیر معمول و غیر عادی است. وقتی که شما به کلمه نوآوری توجه می کنید، منظور فکری ارزشمند در مورد کلمه دور از مرکز است. واقعاً معنای دور از مرکز چیست؟ اگر دور را از دور از مرکز بگیریم، مرکز می ماند. بنابراین به سادگی دور از مرکز به معنای کسی است که از مرکز دور شده است. یعنی طبیعی نیست. در تفکر خلاق غیر طبیعی بودن اصل موضوع است. شما چطور موفق به انجام این مهم می شوید؟ سه راه وجود دارد. یک، مشاهده اشیاء از جنبه‌های متفاوت. ببینید یک شخص عادی اغلب چیزها را از یک دیدگاه و معمولاً فقط از نقطه نظر خودش می‌بیند، در حالی که یک نابغه خلاق می‌تواند چیزها را از ابعاد، زوایا و جنبه‌های نامحدودی نگاه کند. توانایی دیدن چیزها از نقطه نظرهای متفاوت برای نوابق زمینه‌های متفاوت کیفیتی ضروری است. از جمله سرودن شعر، آموزش، مدیریت، رهبری و غیره. مثال‌های جالبی این نکته را بیشتر آشکار خواهد کرد. شرح حال تد هیوز. این شاعر برجسته انگلیسی یکی از شاعران بزرگ طبیعت بود. از نظر خود هیوز، وی به جای اینکه اشعارش را درباره طبیعت، حیوانات و همه چیزهایی که حیات دارند بنویسد، آن را از دید آنها می نوشت. وی در اشعارش به ذهن روباها، گاوهای نر، یوزپلنگ‌ها و پرندگان گوناگون و ماهی‌ها داخل می شد. این است آنچه که هیوز از ذهن ماهی آزاد در اوج توانایی و شور زندگی نوشته است. در روی امواج انرژی در حالت بی‌وزنی، بدن به سادگی ذره‌ای از انرژی ایجاد می‌کند. در آن اولین آزادی دریای شگفت‌آور ابتدای حیات، تکه‌ی تمکین هستی واقعی با قدرتی مانند نور. شرح حال جودی فاستر. جودی فاستر در تمام زندگیش یک هنرپیشه بود. حرفه‌ای که در آن خود را جای دیگران گذاشتن اولین و مهمترین شرط است. او وقتی که فقط 3 سال داشت در اولین برنامه تبلیغ تلویزیونیش یک ستاره شد. در 14 سالگی به خاطر بازیش در فیلم راننده تاکسی برای اولین بار نامزد دریافت جایزه اسکار شد. بعد از 30 سال او نزدیک به 50 نقش به یاد ماندنی بازی کرده است. در متهمان در نقش قربانی و در سکوت بره‌ها در نقش مأمور ویژه استالین. فاستر نمی توانست به تنهایی در قالب هزاران شخصیت متفاوت به شخصیت آنها فکر کند. او در دهه 1990 دیدگاهش را با رفتن به پشت دوربین
به منظور کارگردانی و تولید فیلم‌های خودش برای اثبات یک ادعای بزرگ تغییر داد. او همچنین سعی کرد از ابعاد مختلفی به زندگی نگاه کند. از دید یک فارغ التحصیل دانشگاه، یک مادر و یک حرفه‌ای موفق. شرح حال ماریا مونتسوری. در اواخر قرن 18 و آغاز قرن 19، زن جوان خارق‌العاده‌ای در ایتالیا به نام ماریا مونتسوری یک مکاشفه باور نکردنی داشت. او قبلاً برتری خود را به عنوان اولین زن ایتالیایی که در بیشتر از 100 سال پیش موفق به کسب مدرک دانشگاهی در رشته پزشکی شد نشان داده بود. ماریا به طور خاصی به کودکان علاقه‌مند بود و در بازدیدهایش از کودکستانها و مدارس ابتدایی چیزهایی فهمید که متعاقباً به خاطر آنها روش افکار جهانی را در مورد آموزش کودکان خردسال تغییر داد. برداشت او این بود که در مدارس همه چیز از دیدگاه بزرگسالان ساخته شده است و از دیدگاه آنان هم دست داده می شود. میزها و نیمکتها و صندلی‌های بزرگ ناهموار و سنگین بودند. همه قوانین سختگیرانه و خشک بود. قوانینی که با الهام از قوانین ارتش پایه‌گذاری شده بود. رنگ‌ها یا مات یا به طور ملایمی رسمی بودند. طبیعت وجود نداشت و سکوت دائمی حاکم بود. پرسیدن سوال ممنوع بود. خواندن، نوشتن و ریاضیات تنها مواردی بودند که آموزش داده می‌شد و خلاقیت به طور کامل غایب بود. ماریا خودش را در ذهن بچه‌های 4 یا 5 ساله قرار داد و دنیای تازه‌ای برای آنها به وجود آورد. در مدارس مونتسوری میزها و صندلی‌ها برای بدن‌های کوچک طراحی شد. کلاس‌های درس سرشار از رنگ و چیزهای زیبا بود و با پارچه‌های متفاوت و رایحه‌های دلانگیز جلب توجه می‌کرد. طبیعت در اشکال گیاهان، آکواریوم و حیوانات خانگی جزئی از کلاس درس شده بود. تحرک تشویق می‌شد، به سوال‌ها جایزه داده می‌شد و فرصت‌های زیادی به اذهان خلاق جوان پرسشگر برای کشف کردن، ابراز وجود کردن و توسعه دادن ایده‌هایشان داده می‌شد. از طریق دیدگاه کسی که به دنیا از جنبه‌ای متفاوت نگاه کرد، شرایط و سیستم آموزشی جهان شروع به تغییر و دگرگونی کرد. شرح حال اسکندر مقدونی. وی به سبب خلاقیت نامحدودش در نوآوری و استراتژی جنگی لقب یکی از بزرگترین فرماندهان نظامی در طول تاریخ را دارد. او در نگاه به تمام شرایط و همه موارد به وجود آمده از دیدگاه‌های متفاوت و نه از دید تمام مردم دیگر، بلکه حتی از دید حیوانات هم مهارت داشت. اسکندر به وسیله اسب شهرت یافت. تا قبل از اسکندر هیچ کس قادر نبود سوار آن اسب عظیم الجثه شود و همه متعجب بودند که چطور اسکندر مقدونی ممکن است این حیوان را به راحتی رام کند. اسکندر برخلاف دیگران که فقط سعی می‌کردند از نیروی خشونت‌آمیز در برابر این اسب نر عظیم الجثه استفاده کنند، سعی کرد به ذهن اسب راه یابد. او متوجه شده بود که اسب فقط از یک چیز می‌ترسید، از سایه خودش. بنابراین حیوان را نگاه داشت و صورت اسب را به سوی خورشید چرخاند
وقتی که سایه او ناپدید شد و اسب آرام تر شد، اسکندر توانست سوارش شود و آن را رام کند. شرح حال مارتین لوتر کینگ، رهبر بزرگ حقوق مدنی سیاه‌پوستان که در دهه‌های 1950 تا 1960 به طور خستگی ناپذیری برای ایجاد عدالت اجتماعی، پایان بخشیدن به قانون تبعیض نژادی و سیاست جداسازی سیاه‌پوستان از سفیدپوستان در آمریکا مبارزه کرد، رهبری پرجذبه بود. سخنرانی‌های مهیج او به ده‌ها هزار تن از مردم در آمریکا و سایر کشورهای جهان الهام بخشید تا در فعالیت‌های صادقانه از طریق حرکت‌هایی بدون خشونت به منظور پیدا کردن وجدان، بیدار کردن وجدان سردمداران حکومتی شرکت کنند. لوتر کینگ در نگاه کردن به اوضاع از زاویه دید اشخاص دیگر خیلی استاد بود. از دید سیاه‌پوستان بیکار و فقیری که سعی در پیدا کردن کاری مانند همسایگان سفیدپوستشان داشتند، یا از دید کارگران سفیدپوست فقیر که نگران محافظت از خانوادهشان بودند، و از دید آن رئیس جمهورها و سیاستمدارانی که سعی در راحت نگاه داشتن اقشار مختلف رای دهندگان و غیره بودند، دلیل اینکه او توانست تا این حد موفق شود این بود که او قادر بود نظرات دیگران و مشکلاتشان را ببیند و درک کند. دو، ترکیبات خلاق بسازید. مبتکران بزرگ علاوه بر اینکه قادر بودند اوضاع را از جنبه‌های متفاوت ببینند، قادر بودند به وسیله روش‌هایی که تا قبل از آن هیچ کس حتی فکرش را هم نکرده بود، همه امور را به هم ربط بدهند. باز هم مثال‌های کوتاهی این مطلب را روشن خواهد کرد. شرح حال اسحاق نیوتن. همه می دانند که نیوتن قانون جاذبه عمومی را زمانی کشف کرد که یک سیب از درخت روی سرش افتاد. این داستان عامیانه تقریبا درست است. در حقیقت داستان واقعی جالب تر است. همانطور که خود نیوتن می گوید، این تئوری وقتی به فکرش خطور کرد که دید سیبی در حال افتادن است، البته نه روی سرش، در حالی که می دید ماه در آسمان مطلق مانده است، سالهای ساده بچگانهی در سرش شکل گرفت. از قبیل چرا سیب افتاد و مهمتر از آن چرا ماه نمی افتد؟ آیا همان قانونی که در مورد افتادن سیب صدق می کند در مورد ماه هم صادق است؟ بررسی ارتباط بین افتادن و نیفتادن این دو گوی بود که جرقه فرایند تفکر خلاق نیوتن را شعله‌ور کرد و منجر به ارائه تئوری‌اش شد. نظریه‌ای که هنوز هم هسته مرکزی علوم و مهندسی‌های مدرن است. شرح حال لئوناردو داوینچی. طبق معمول راهنمای خلاق ما لئوناردو داوینچی اینجاست. کشف ترکیبات جدید یکی از قدرت‌های خلاق بزرگ لئوناردو بود. یکی از کشفیات جالب وی این بود که او مشاهده کرد که برگ‌هایی که در فصل پاییز روی زمین می‌افتادند به شکل طبقه طبقه روی هم قرار می گیرند. برگ‌هایی که زودتر افتادند پوسیده‌تر هستند و زاویه‌های تیره‌تری را شکل می دهند، و برگ‌های تازه‌تر که دیرتر می افتادند به صورت لایه‌های روشن در می آیند. لئوناردو این مشاهدات را با طبقه بندی‌های متفاوت در ساحل دامنه کوه‌های اوریان مرتبط کرد
و به این ترتیب یکی از مفاهیم اصلی علم زمین شناسی تشخیص داده شد.